11-year-old Farah has just been freed from ISIS. ساله که تازه از چنگ داعش رها شده، چنان ضربه روحی خورده که حتی نمیتواند صحبت کند و غذا بخورد. او از یزیدیان شمال عراق است. 3 سال پیش گروه داعش با حمله به شهر آنها مردها را کشته و 7000 زن و دختر آنها را به عنوان برده جنسی اسیر کرد. یک روانشناس آلمانی که وضعیت روحی بیش از 1400 نفر از رهاشدگان از داعش را بررسی کرده میگوید آنها میترسند، کابوس میبینند، نمیتوانند بخوابند و تمرکز ندارند، بیدار میمانند، گویی منتظر فاجعه دیگری هستند. اولین باری که ما آوین را دیدیم سال 2015 در اردوگاه پناهجویان در شمال عراق بود. خجالت زده و ویران شده به نظر می رسید. به مدت 1 سال بارها به دست جهادگرایان داعش مورد تجاوز واقع شده، به زور مواد مخدر مصرف کرده، کتک خورده و بیهوش شده بود. تابستان گذشته دوباره او را دیدیم، این بار در پناهگاه نجات یافتگان یزیدی در آلمان. او با پناهجویان دیگر به اشتوتگارت منتقل شده و در امنیت کامل به همراه دیگر پناهجویان تحت در مان جسمی و روحی قرار داشت. دکترشان میگوید آنها قوی هستند و به کمک ما و امیدوارانه برای ادامه زندگی مبارزه میکنند، اما روند درمان سخت و طولانی است. یک مددکار اجتماعی میگوید من فیلم ها و تصاویری از قربانیان هولوکاست دیدم. این وضعیت مرا به یاد آنها میاندازد. به صورت و چشم هایشان که نگاه کنید اندوه عمیقی را می‌بینید. برخی از قربانیان خواستار مجازات عاملان شکنجه خود هستند. ایوانا ولید میگوید که یکی از آزارگران خود را در اینترنت شناسایی کرده است. آن فرد که 3 هفته پیش مانند یک آدم عادی و بیگناه در بیرون موسل راه میرفته، همون کسی است که ایوانا و چند زن و کودک دیگر را به داعش فروخته و اکنون قربانیش حاضر است تا علیه او شهادت بدهد. این فرد مظنون تا کنون دستگیر نشده است. هنوز 2400 زن و کودک از جمله خواهران آوین در اسارت گروه داعش هستند. آرزوی آوین آن است که خواهرانش هم روزی صحیح و سالم به او بپیوندند.